شهریار برای ما با شعر زاییده شده و با شعر زندگی کرده، اما حالا خود او نمیخواهد که با شعر بمیرد، میخواهد که با چیزهای دیگری زندگی بکند و باز هم زندگی بکند و در مدت زندگی باقی خودش این چیزهای دیگر رو جانشین شعری بکنه که خودش به دست خودش به ذهن مردم ما پاشیده و اونها رو معتاد به این شعر کرده. شعر شهریار بدون هیچ تردیدی از خیال انگیزترین و عجیبترین اشعاریست که ملت ما در طول تاریخ شعر خودش دیده و شنیده. مشخصات شعر شهریار نه از اون لحاظ که دارای سبکیست جدا از سبکهای دیگر، بلکه از اون جهات که دارای اندیشهیست غیر از اندیشه های دیگر قابل توجه است. شهریار شاعر از یان دل و شهریار شاعر حیدر بابا، شهریاری است که دارای یک جهان بینی است، شهریار دو مرغ بهشتی و شهریار شعرهای آزاد ای وای مادرم و مومیایی، شهریاری است که ما غیر از غزلهاش، غیر از غزلهای محکمش که بدون باز تعارف باید گفت، میتواند در ردیف غزلهای خواجه شیراز قرار بگیره، وجود داشته و این غزل و شعرش از هم جدا هست. شعر دیگریست، غزلش غزل دیگریست، اما حالا ما به هیچ کدوم اینها دیگه تقریبا کاری نداریم. حالا ما با شهریار دیگری صحبت میکنیم. او به من گفته است که در حدود 2.5 سال است که هیچ شعری نسروده. ما میخواییم ببینیم که چرا. حضرت آقای دکتر الهی، بنده از اینی که قبول زحمت فرموده اید از تهران تشریف آورده اید، بنده منزل مزیم فرموده اید و این همه اظهار لطف و محبت می فرمایید که بنده هرگز قابلش نیستم، خیلی متشکرم. بنده مثل یک دختر دهاتی که برای خودش هیچ جور جمالی قائل نیست، دیگران وقتی او رو ببینن تعریف بکنند جز خجلت نصیبش نمیشه. بنده هم حکم همون دختر دهاتی رو دارم، اما اینی که فرمودید در زندگی شما چه تغییرات مهمی رخ داده، باید ارز کنم که اون که زندگی سوری و ظاهری بنده است تغییر مهمی رخ نداده. اگر تغییری بود که به سمع خود شما رسیده بود، جز این که بنده بچه دار شدم و بچه هام هم روز به روز بزرگ میشن، زحمتشون بیشتر میشه و با نداشتن کلفت نوکر مجبورم خودم با خانم در کار خانداری شرکت کنم و نتیجهش هم جز ضعف و پیری و فرسودگی چیزی نیست. این زندگی ظاهری بنده. زندگی باطنی هم به قول شعر معروف، رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. حالا اگه بخواهید ببینید که در باطن من چه ها گذشته و چه ها میگذرد، چند کلمه به طور اختصار مجبورم که عرایضی خدمتتون بکنم. بنده چون از اول زندگیم در خط سیر سیاست، احزاب سیاسی، نمیدانم ریاست، وکالت، وزارت، این چیزها نبودم، ذوق و هوس من منحصر بود به عشق جنسی و مجازی در اول جوانی. شعرم هم تابع اون عشق مجازم بود، فقط غزلهای عاشقانه می ساختم. منتها چون در تحصیل و در عشق ناکام بودم،
همون غزل عاشقانه هم یک سوز مخصوصی داشت، تأثیر مخصوصی داشت. بعد کم کم از سن 40 به بعد این عشق من که به صورت حاد و مزمن بود بزرگ شد و تقریبا تمام طبیعت رو در آغوش گرفت. بعد از اون بیشتر معشوق من، مورد عشق من خود طبیعت بود، جمال طبیعت بود، کوه و دریا و جنگل و صحرا و آب و خاک و هوا این. و بیشتر اشعار نابی که بنده دارم از قبیل هذیان دل، هذیان دل و افسانه، تابلوهای افسانه شب و غیره و غیره، جز به این دوره منه. این رو بنده عشق طبیعت می نامم، اعم عشق وطن، عشق بشریت، عشق نو دوستی. نو پرستی، انسان دوستی، همه را جزء این عشق طبیعت میدونم و این مراحل را هم بنده در همین دوره گذروندم و شاید ردپاهایی از این اجزاء این عشق طبیعت کسب کردم تو اشعارم باشه. بعد در همین باز همین دوره بود که با مرحوم نیما آشنایی پیدا کردم، تحت تاثیر او هم واقع شدم، مدتی با اشعار اروپایی آشنا شدم و اینا. شاید بعضیا برای من در این در اینجا مکتبی قائل باشن در تخیل، فانتزی و اینها. بعدش مثل اینکه اجزا این طبیعت دست به هم شدند و خواستند که منو خدا برسونند به اصطلاح، و رسوندن هم، یعنی عشقم باز بزرگتر شد و خواست که ماوراء طبیعت، در ماوراء عالم طبیعت اون موجود اصلی ره که مبدع همه چیزه او رو پیدا کنه. در این دوره بود که ذوق درویشی پیدا کردم، وارد مسلک درویشی شدم، در مسلک درویشی هم خیلی پیشرفت ها کردم، با ذکر خفی جلی، با مختصری ریاضت آشنا شدم و درویشی خیلی با من کمک کرد برای کلاس های بعدی. سیرهای خوبی دیدم در درویشی که پیر مرشدم اول میگفت که پلوی دیگران نگو، سیراتو به خود من بگو. بعدها به جای رسید که میگفت به خود من هم نگو. سیرهای خیلی خوبی میدیدم که خودش در حیرت بود. همت علی شاهنامی بود در تهران، بازارچه پامینار میشد. بعد مدتی که مکرر شد، پیر به من تکلیف کرد که امسال سال آخر منه و بیا و خرقه بگیر. بنده چون در این سیرهای عجیبی که می کردم می دیدم همش راجع به این دنیای مادیست، یعنی چیزهایی که دیدم و یا ممکن است ببینم در همین دنیا، دیگه در خارج از طبیعت، از ماورای طبیعت هیچ اطلاعی پیدا نمی کردم با این سیرها. این بود که متوسل شدم به حق و از خود حق خواستم که هادی من بشه. اون وقت رویاهایی پیدا کردم. در رویاها به من گفته شد که خدا را اگه بخواهی، خدای واقعی ره، در ورودش انبیا و کتب آسمانی است، فقط باید از این در وارد بشی. من هم شروع کردم به خواندن قرآن و شرحال انبیا، شرحال حضرت موسی را مکرر خواندم.